یک مقام ایرانی به رویترز: حمله موشکی انجام نشده است. یک مقام ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته است که انفجارهایی که صدای آن شنیده شد ناشی از فعال شدن سامانه دفاع هوایی بوده است و افزود که حمله موشکی علیه ایران انجام نشده است. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های اسرائیل حمله را تایید کرد. دو مقام دفاعی اسرائیل به نیویورک تایمز گفتند که ارتش این کشور صبح جمعه حملاتی هوایی علیه ایران انجام داده است. به نوشته این روزنامه، سه مقام ایرانی تایید کردند که یک حمله علیه یک پایگاه نظامی هوایی در نزدیکی اصفهان انجام شده است، اما نگفتند که کدام کشور مسئول آن است. پیشتر گزارش‌ها حاکی بود که ممکن است پایگاه هوایی شکاری اصفهان هدف قرار گرفته باشد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که سه پهپاد که در آسمان اصفهان مشاهده شده بود در ساعات نخست صبح روز جمعه منهدم شد. سازمان بین المللی انرژی اتمی: تأسیسات هسته‌ای ایران هیچ خسارتی ندیدند. آژانس بین المللی انرژی اتمی در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر حمله اسرائیل به ایران اعلام کرد که هیچ کدام از تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب ندیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این نهاد در ادامه گفته است که به نظارت بسیار دقیق اوضاع ادامه خواهد داد. آژانس بین المللی انرژی اتمی در حسابش در شبکه اجتماعی ایکس همچنین تأکید کرده که تأسیسات هسته‌ای هرگز نباید یک هدف نظامی باشند. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند اسرائیل پیش از حمله به واشنگتن اطلاع داده بود. برخی مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشده به رسانه‌های این کشور گفتند که اسرائیل در خصوص حمله به ایران به ایالات متحده اطلاع داده بود. شبکه‌های NBC و CNN به نقل از این منبع خبری گفتند که آمریکا این حمله را پشتیبانی و حمایت نکرده است. کاخ سفید و پنتاگون هنوز در مورد این حمله که ایران میگوید تنها با تعداد کمی پهپاد صورت گرفته اظهار نظری نکردند. ایران گزارش‌های مربوط به حمله موشکی را تکذیب کرده و یکی از مقامات ایران نیز گفته خبر رسانه‌های آمریکایی صحت ندارد. یک مقام ارتش در استان اصفهان: حادثه هیچ خسارتی نداشته است. سیاوش میهندوست، فرمانده ارشد ارتش در استان اصفهان، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که صدای انفجار شنیده شده در این شهر هیچ خسارت و حادثه‌ای نداشته است. به گفته ای وی، صدای شنیده شده انفجار در اصفهان شلیک پدافند هوایی به یک شیء مشکوک بوده است. برخی مقامات اسرائیلی تایید کردند که تل آویو عملیاتی را در خاک ایران انجام داده است، اما جزئیات بیشتری تاکنون اعلام نشده است. آمریکا سفر کارکنان سفارت این کشور در اسرائیل را محدود کرد. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر حمله تلافی‌جویانه اسرائیل به ایران، ایالات متحده آمریکا سفر پرسنل سفارت خود در اسرائیل و اعضای خانواده‌شان را از روی احتیاط محدود کرده است. سفارت آمریکا به کارکنانش گفته است که تا اطلاع ثانوی به خارج از منطقه تل‌آویو سفر نکنند. در بیانیه سفارت آمریکا که امروز منتشر شده آمده، وضعیت امنیتی پیچیده است و بسته به وضعیت سیاسی و رویدادهای اخیر می تواند به سرعت تغییر کند. اعلان هشدار به کشتی‌ها در خلیج فارس. شرکت امنیتی امبرای که در بریتانیا مستقر است، به کشتی‌های تجاری که در خلیج فارس و اقیانوس هند غربی تردد می‌کنند توصیه کرده که هوشیار باشند. این هشدار در پی گزارش‌ها از وقوع حمله به شهر اصفهان صادر شده است. هفته گذشته ایران اعلام کرد که ارتش این کشور یک کشتی تجاری مرتبط با اسرائیل را هنگام عبور از تنگه هرمز ساعتی قبل از حمله این کشور با موشک و پهپاد به اسرائیل توقیف کرده است. استرالیا از شهروندانش خواست تا اسرائیل را ترک کنند. دولت استرالیا پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر حمله اسرائیل به ایران از شهروندان خود خواست در صورت وجود امنیت اسرائیل را ترک کنند. وزارت خارجه استرالیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت احتمال انجام عملیات نظامی انتقام‌جویانه و حملات علیه اسرائیل و منافع اسرائیل در سرتاسر منطقه وجود دارد و وضعیت امنیتی ممکن است به سرعت بدتر شود. در ادامه همچنین وزارت خارجه اسرائیل نوشته است ما از استرالیایی‌های مستقر در اسرائیل یا سرزمین‌های اشغالی فلسطین می‌خواهیم که منطقه را ترک کنند. این کشور همچنین به استرالیایی‌های ساکن در منطقه درباره بسته شدن حریم هوایی، لغو پروازها و سایر اختلالات سفر هشدار داده است.
انتقاد مقام دولت اوباما از حمله احتمالی اسرائیل به ایران. تامی ویتور سخنگوی شورای امنیت ملی در دولت باراک اوباما در حساب شبکه اجتماعی ایکس خود نوشته است اگر گزارش‌ها درست باشد به طرز ناباورانه‌ای بدون ملاحظه است و خطر افزایش جدی تنش در سراسر خاورمیانه را با خود دارد. او اضافه کرد سال‌هاست که نتانیاهو تلاش می‌کند آمریکا را به نیابت از خودش به جنگ با ایران وادار کند. بیایید امیدوار باشیم که موفق نخواهد شد.